خب شب روز بسیار خوش آمدید به درس جدید ما. خدا کنه که خوب سالمند باشید. ما امروز درس جدید داریم در صفحه 20 talking about the past. درس با شما میخوانم و تقدیم میکنم. I can talk about what happened at the weekend. من میتونم صحبت کنم درباره چیزایی که در آخر هفته اتفاق افتاد. Listen and complete the dialogue with the words below. گوش کنید و مکمل کنید دیالوگ و گفتگو را با لغات زن. We were Amy and Finley on Sunday. کجا بودن اندی و فندی در روز شنبه؟ Go play see what will. بر شما میخوانم و ترجمه. فلای چی میگه؟ Hi Amy, how was your weekend? سلام Amy, آخر هفته شما چطور بود؟ It was good. خوب بود. I went to the cinema on Saturday. بر روز شنبه یک شنبه رفتم به سینما. What did you see? شما چی رو دیدین؟ The new Ben Stiller film. اما نام فیلم نگرفته. Cool, عالی است. What did you do on Saturday? Sunday. بر روز شنبه چی کردید؟ Nothing much. چیز زیاد نی. I stayed home. به خانه بودم. And revised what about you. چی کردم؟ نظر کردم. شما چی کردم؟ What did you get up to at the weekends? چه وقت شما بیدار شدین؟ یا چی کردین شما بر روز در آخر هفته؟ I went out with some friends on Saturday. بر روز شنبه با دوستای خودم رفتم. Where did you go? کجا رفتین شما؟ To the skate park, parky skate. No way. امکان نداره. What about Sunday? شنبه چی کردین؟ I played computer game at home. بازی کامپیوتری در خانه انجام دادم. What did you play? شما چی بازی کردین؟ BioShock. It was great. اما نام گیم اگر تا وقت عالی بود. Working pairs به شکل دو نفره کار کنیم. Practice reading the dialogue. Dialogue اگر افتر practice کنیم به شکل دو نفره. Changing the words in blue. و لغات و شکل و بیکاس و تقریبا use your own ideas و نظرات خودتان استفاده کنید. Find two phrases in dialogue. دو فریز در دیالوگ پیدا کنید. Read for reading with interest. با امو خواندن علاقه مندی دارید. بخش بعدی چی گفته؟ Listen to four teenagers talking about your weekends and answer the question. گوش کنید به چهار نوجوان که درباره آخر هفتهشون صحبت میکنن و به سوالات جواب بدین. کی بخش شما میخواند و جواب بده. و بخش بعدیش هم listening است. بخش بعدیش چی گفته؟ Look out. When a W question includes a proposition, the proposition usually goes at the end. وقتی که W question ما در جملات W question معمولا proposition را در آخر جمله استفاده می کنیم. Who did you go with? اینجا with just proposition است. همراه کی رفتین؟ What did you listen to? با چی شما گوش کردین؟ ببینید اینجا to past در جملات ما with to past چیز proposition است که وقت در جملات WH question ما استفاده میکنیم. چی است؟ ما proposition را در آخر جمله استفاده میکنیم که باز به درست بدیم و بر شما WH question هم میکنیم. و در بخش پایانش هم گفته working pairs به شکل دو نفره کار کنید. Choose three different activities each and write a sentence about each one using the past simple. هر فعالیت را گفته نشته کنید و چی کنید گفته؟ گفته به شکل دو نفره کار کنید. Choose three different activities فعالیت های مختلف انتخاب کنید. Each and write a sentence about each one using in the simple past simple. در هر کدومش در simple past simple جمله جور میتونه که در بخش بعدیش هم گفته work in pairs, take turns to be A or on B که به شکل شاگرد A و B میشیم. سوالات شما جواب میده. این بود درس امروزی ما. خدا کنه که بر شما مفید تمام شده باشه. تا درس بعدی شما را به خداوند یکرام سپارم. موفق و کامکار میشتم.